برنامه را با چند خبر کوتاه پی می گیریم. حسینی و خیریه آل یاسین از مراکز وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در کشور استرالیا اقدام به توزیع گوشت قربانی در میان جنگ زدگان جنوب لبنان نمود. این اقدام که به نیت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و با هدف امداد رسانی به جنگ زدگان جنوب کشور لبنان صورت گرفت، در میان ده ها خانواده در این منطقه توزیع شد. لازم به ذکر است این سومین بار است که حسینیه و خیریه آل یاسین اقدام به ذبح گوسفند و توزیع گوشت حاصل از آن در میان جنگ زدگان لبنانی می کند. فرماندهی عملیات مشترک عراق گفته که نیروهای این کشور از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 100 تروریست که بیشتر از آنها از افراد رده بالا بودند را از پای درآوردند. رئیس مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق وا تأکید کرد موفقیت هایی که نیروهای امنیتی در سال جاری رقم می زنند بسیار بزرگ و فوق‌العاده هستند و این موفقیت ها به دلیل هماهنگی و چشم‌اندازی است که فرماندهی عملیات مشترک با همکاری همه نهادها و به طور مشخص سازمان اطلاعات، اداره اطلاعات نظامی و سایر دستگاه‌های امنیتی صورت گرفته است. برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده است که این نهاد در زمینه پیشبینی از سیل و تهیه مواد غذایی در مناطق پرخطر افغانستان سرمایه گذاری می کند. این نهاد روز شنبه 14 مهر با انتشار بیانیه گفته که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از بحرانهای اقلیمی در سطح جهان است. بر اساس این بیانیه، سیستم هشدار زود هنگام برنامه جهانی غذا پیش بینی می کند که سیل در کجا رخ می دهد و کدام مناطق بیشتر در معرض خطر هستند.